در قرن بیستم در ادبیات آذربایجان جلیل محمدگولزاده مثل نمایش نویس بزرگ، نویسنده تبلیغاتی بزرگ و سردبیر مجله طنزی ملا نصرالدین معروف شده بود. جلیل محمدگولزاده در منطقه نخجوان به دنیا آمده است در سال 1869. اول تحصیلش را در منطقه نخجوان کرده بود و پس از تحصیل کردن هم در ایالت ایروان در روستاهای اولوخانلو و مهران آموزش داده بود. برای اینکه آدمی بود که برای آینده مردم کشور خود خیلی ناراحت بود، از این سبب همه مسائل اجتماعی و سیاسی آنها را هم در آثار خودش نوشته بود. اولین اثر او که نمایش کوچک است، مجموعه چای نامیده شده و در روزنامه شرق روز چاپ شده بود. چندین نوشته ها و مقالات و ترجمه های خودش را زمان زمان در صفحات روزنامه شرق روز چاپ می کرد. پس از اینکه روزنامه شرق روز بسته شده بود، نام این چاپخانه را تبدیل به نام غیرت کرده بود و برای چاپ کردن کتاب‌های خودش از این چاپخانه استفاده می‌کرد. آثار مثل مردگان، نمایش مردگان، کتاب مادرم و بزرگترین اثری که نوشته است درباره روستای نهرم منطقه نخجوان، داستانهای روستای سرگاه نامیده شده است و در این اثر همه مسائل مردم روستای نهرم که مردم بیسواد بودیم، جاهل بودیم و درباره بی‌حقوقی زنان و زندگی سنگین و مشکل آنها را تصویر کرده بود. و در نمایش های مردگان و کتاب مادرم هم به مسائل زبان مادری و دوست داشتن وطن خودشان درباره آنها نوشته است. دیگر اثر او شورای دیوانه ها نامیده شده است که درباره زندگی جنوبی آذربایجان است و در این اثر هم روشنفکرانی که به آینده مردم کشور آذربایجان بیگانه مانده اند آنها را انتقاد می کند. در نمایشگاه موزه ما وسایل شخصی جلیل محمدگولزاده و چندین وسایل خانومش حمیده خانم محمدگولزاده را میبینیم. و در ادبیات آذربایجان جلیل محمدگولزاده خدمات بزرگی دارد. یکی از خدمات او چاپ مجله طنزی ملا نصرالدین بوده است که در نمایشگاه موزه ما چند نمونه از مجله ملا نصرالدین که می‌بینیم اورجینال هستند. این مجله مجله همه مردم کشور آذربایجان بوده است و در سال 1906 این مجله را با دوست نزدیکش نویسنده عمر فایق نیمانزاده چاپ کرده است. اینجا هم کارگران مجله ملا نصرالدین را می‌بینیم که همه آنها شعرا و نویسندگان بزرگ ادبیات آذربایجان بودند، مثل محمد سعید اردوباده، علی بلوگم کسار، علی نظمی، فرهاد آغازاده، عمر فایق نیمانزاده، عظیم عظیمزاده، آهنگساز بزرگ آذربایجان عزیر حاجی بهلی و دیگران را می‌بینیم. این مجله با فاصله ها 25 سال چاپ شده بود و اولین بار در سال 1906 در شهر تفلیس، بعد بین سالهای 1921-22 در شهر تبریز و مدت طولانی یعنی بین سالهای 1922 و 31 در شهر باکو چاپ شده بود. این مجله ملا نصرالدین، یعنی صفحات این مجله ملا نصرالدین عبارت از کاریکاتورها، تصویرگری، اشعار طنزی و فلتون ها بود است که
برای اینکه بیشتر مردم کشور آذربایجان نتوانستند بخوانند و بنویسند برای اینکه آنها بفهمند و در شکل گرفتن و پیشرفت کردن جهان بینی مردم آذربایجان و باسواد شدن مردم آذربایجان این مجله طنز نقش مهمی را ایفا کرده بود.